بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوندی که خاک آفرید و از آن خاک پاک انسان آفرید همراهان خوبه برنامه خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب صنف هشتم سلام وقتتان بخیر امیدوار هستم که روزگار همه شما عزیزان به خوبی و خوشی سپری شود شاگردای خوب من انشاءالله که درس گذشته ایتان به خوبی خوانده باشید و انشالله امروز ما و شما بتانیم یک گروه جدید از جانداران فقاریه را بشناسیم اونها را با اونا آشنا شویم و اگر جایی دیدیم بتانیم اونها را شناسایی کنیم خب مانند جلسات گذشته ابتدا بریم و چند نکته ای را برای ارزیابی از درس گذشته با یکدیگر دیگر بخوانیم و بعد بریم سراغ درس جدید ما خب شاگردای خوب سنف هشتم درس گذشته را که انشالله خواندید. حالا سوالات با یکدیگر دیگر میخوانیم. سوال اول کدام ماهیان بیشتر به عنوان منبع غذای انسان محسوب میشه؟ ماهی ها سه گروپ بودن. ماهی های بی الاشه، ماهی های و ماهیان استخانی. شما باید یه به خاطر داشته باشید که در سومین گروه از ماهیان که همون ماهیان استخانی بود ما و شما گفتیم که بیشتر از همه به عنوان منبع مواد غذایی و حساب می آید. یعنی ماهی های استخانی خب سوال دوم ماهیان زیر متعلق به کدام نوع ماهی است حالا ما و شما سه گروه ماهی ها را خواندیم خصوصیات و ویژگی را می دانیم. مثالایشان هم در حدی که خودی کتاب برای شما مثال زده بود باید اونا رو تشخیص بدیم خب اولین ماهی شیر ماهی است خب شیر ماهی متعلق به کدام نوع ماهی بود بیلاشه یا قزروفیه یا استخوانی آفرین به شاگردای خوبی که گفتن شیر ماهی نوع ماهی استخانی است خب مورد بعدی حکفیشه. شاگردای عزیز سعی کنید که این مثالا را با یکدیگر یکجا جا یاد بگیرید یعنی شما در ذهن خودتان حکفیش و لمپری را هم میشه به خاطر بسپارید چرا که شکل لمپری را برای شما نشان دادیم شکل حکفیش را نشان دادیم اگر این دو ماهی را بدانید مربوط به کدام گروپ ماهی ها هست هر کدامی که بیای شما به راحتی میتونید پاسخ بدید هکفیش و لمپری مربوط به ماهی های پی الاشه بود که گفتیم دهانی گرد داشتن خب سومین گروپ ماهی ها شارک ماهی ها. خب در ذهن خودتان تصور کنید که این شارک ماهی همراه کدام ماهی بود همراه ماهی های ری بود یا ری ماهی بود یادتان هست گفتیم سری چکش مانند آفرین به شاگردایی که این شکلا و این توصیف ها را به خوبی به خاطر دارند. شارک ماهی و رای ماهی جزو ماهی های قذروفی است یعنی شما باید از هر نوع گروپ از موجوداتی که ما تدریس میکنیم مثالش به خاطر بسپارید یا مثال در امتحانا میدن از شما نوع او گروپ او موجوده درخواست میکنه یا اینکه گروپ میدن میگه شما برش مثال بزنید خب سوال بعدی انواع زوحیاتین یا دوزیستان نام ببرید ما در جلسه گذشته زو حیاتین یا بیانس ها را خواندیم چند نوع زو داشتیم آفرین ما سه نوع زو داریم زو حیاتین بدون پا زوحیاتین دومدار دمدار و زوحیاتین حیاتین بدون دوم همین شکلایی را که در هر اسلاید ما برای شما میارم و نشان میدم اگر او شکلا را به خاطر بسپارید دیگه شما درستان خوب خوب یاد میگیرید میتونید ویژگی هایش از روی شکل بگید نامش بگید گروپش هم را به خاطر میتونید بسپارید خب پس زوحیات این سنا بود که نام گرفتیم هر کدام از موجودات زیر جزو کدام نو زو این است حال دیگه کار شما سختتر میشه شما باید مثال هم به خاطر داشته باشید خب سیسیلین ها چه شکلی داشت؟ آفرین به او شاگردای خوبی که گفتن سیسیلین ها مانند کرم ها پس یادمان میآیه که جز زوحیاتین یا آمفیبینس های بدون پا بودن خب سمندرها باز شکل سمندر به ذهن خودتان بیارید این سمندرها دوم داشتن پس اینا رو ما میتونیم جزء زو حیاتین دومدار حساب کنیم بقه ها یا قورباغه ها هستند خب اینا دیگه دوم ندارن دومشان تحلیل رفته از بین رفته زو حیاتین بدون دوم پس از هر گروپ یک مثال ما و شما یاد گرفتیم شکل از اینا که در ذهن ما و شما باشه براحتی نوع گروپش هم تشخیص میدیم خب شاگردای خوب من امروز یک گروپ دیگه از حیوانات فقاریه را با یکدیگر یاد میگیریم ما و شما میخوایم امروز خزندگان یا ریپتله ها را بشناسیم شما در فیلم های علمی در فیلم های تخیلی در انیمیشن ها دیدید که تصاویر به وسیله کامپیوترها بازسازی میشه یک دایناسورها یا اجده ها یا به اصطلاح یک جانداران عظیم و جسر میبینین که اینا به شهرها حمله میکنن و تمام خانه ها و موجودات زنده و همه را زیر پای خودشان نابود میکنن و از بین میبرن حالا ما و شما امروز گروه عظیمی از خزندگان یا ریپتل ها را میخوانیم میشناسیم با انواعش آشنا میشیم و مطالب بسیار جالبی را که از هر کدام ما برای شما میگم به خاطر خودتان بسپارید امروز ما میخواییم خزندگان یا ریپتل ها را بشناسیم با دیدن این شکل شکلی یک خزنده ما و شما پیش پیش میتونیم حدس بزنیم که چه ویژگی های را اینا دارن خب در تصویرم شما میبینید این سلاید که پوست بسیار زخیم و فلس مانند داره ای از ویژگی های خزندگان یا ریپتل ها به خاطر از اینکه بعضی از اینها در مناطق و بیابانه های بسیار داغی زندگی میکنه در نتیجه اینها باید پوستی زخیم داشته باشه تا آب زیادی را از دست نده و با کمبود آب روبرو نشوه خب بدن اینها پوستشان فلس داره یعنی یک قسمت های بسیار خشک و زبر و سختی که مانند فلس یا پولک است سطح بدن اینها را می‌پوشانه تا اینا تعریق زیاد نداشته باشه عرق زیاد نکنن و آب زیادی را از بدنشان از دست ندن خب تمام خزندگان برای تنفس خودشان شش لازم دارن چرا؟ چون ما در گذشته در زوحیاتین یا امفیبیانس داشتیم که در دا مراحل نوزادی آبشش داشتن اینا یا برانش داشتن بعدها که به بلوغ می رسیدن برانش ها تحلیل میرفت و اینا قدرت تنفس خشکیر هم پیدا میکردن. اما خزندگان همه دارای شش هست پس او تمساها و کرکودیل هایی که ما و شما می بینیم تمساهای عظیم و جسهی که به داخل آب هستن چی؟ حالا امروز شما اونا رو می میشناسین می که اونا چگونه نفس میکشن. خب خزندگان یا ریپتل ها تخم گذارن تخم های اینها هم دارای پوشش سخت و محکم هست یک پوشش بسیار محکمی را داره به خاطر اینکه که هم برای حفاظت هست و هم برای اینکه اون مایع درون تخم ها که ذخیره نوزاد یا جنین یا چوچه اینها را بر عهده داره آب زیادی را از دست ندن خب در جلسه امروز ما با انواع از خزندگان آشنا میشیم این شکلی که در این اسلاید ما برای شما آوردم همه شما را به یاد همو ویدیوها و فیلم های علمی و تخیلی که گفتم میندازه این یک نوع خزنده بسیار بزرگ عظیم و معروف بوده که حالا دیگه اینا منقرض شده و از بین رفتن از اینها دایناسورها دایناسور ها نام داره خب شاگردهای خوب ما در رابطه با دایناسور چی میدانید؟ دایناسور ها از قدیمی ترین های روی زمین هست یعنی عمر از اینا قدمت از اینا به 230 میلیون سال پیش میرسه حالا دیگه خوشبختانه اینا دیگه منقرض شده از بین رفتن وگرنه حیات همه ما و شما به خطر میافتاد دایناسور ها یک حد فاصل بین زوحیاتین و پرندگانند یعنی شما وقت ویژگی های اینا رو ببینین میبینین که مشابه پرندگان هستن دو تا پای کشیده و بلند دارن دوم دارن و بعضی از اینها دارای باله های کوچک هستن پرواز نمی اما یک ساختارهای بالماننده دارند. خب دوم کشیده و بلند اینها شباهتشان به زوحیاتین یا امفیبینس نشان میده دایناسورها تا چه زمانی بر روی کره زمین زندگی میکردن تا قبل از اینکه او انفجار یا برخورد عظیم کهکشانی صورت بگیره که او اجرام سخت و محکم میره که حتما در کیمیا میخوانین باز زمین برخورد میکنه و تغییراتی را در زمین به وجود میاره و این دایناسورها از بین میره خب بقایای باقی مانده از این دایناسورها یعنی فسیل ها و استخانه ها و اسکلت های این ها که در قالب فسیل ها تا به امروز باقی مانده یکی از جمله موارد دیدنی هست که به داخل موزه ها نگهداری میشه با توجه به ویژگی که از روی استخوان استخوان ای دایناسور امروزه فهمیده میشه ما حدث میزنیم که اینا چه ویژگی هایی رو داشتن در دا چه محیط هایی زندگی میکردن و از چه چیزهایی چیزایی تغذیه میکردن شباهتی را که ما میگیم دایناسورها به پرندگان هم داره به خاطر همه استخوان های بالمانند هست یعنی یک شباهتی هست که بین دایناسورها و پرندگان است این شباهت ها و اثبات و بحث از اینا در رابطه با یک نظریه بسیار مهمی در علم بیولوژی به نام نظریه تکامل تدریجی داروین مورد نظره که داروین از روی همین شباهت ما بین حیوانات وقتی اونها را در کنار یک دیگر چین شباهت ها دید که یه موجوداتی وجود داره که شباهت گروپ قبلی و گروپ بعدی را داره در نتیجه اینها را حد مرز بین این موجودات به حساب میکرد و نظریه تکاملی خودش مطرح کرد خب ای در رابطه با دایناسور ها هست دایناسور ها حیوانات که وحشی بودن و جسه بسیار عظیم و سنگینی را داشتند به همین خاطر است که اینا براحتی مانند پرندگان قدرت پرواز نداشتند اما توانایی پریدن و سریع را رفتن را هم داشتند و با او وزن سنگین و زیادی که داشتند در هنگام حرکت خودشان لرزش های را در سطح زمین به وجود می آوردند. خب با خزندگان دیگر آشنا شویم تمساها که در سمت راست تصویر آمده شما تمساها را در فیلم ها و یا در باغ های وحش دیدید یک موجوداتی هستند که یک بدن کشیده و بلندی دارند چهار عدد یعنی جزء چهار اندام ها هستند دو دست و دو اندام پامانند دارند پوزه یا در واقع دماغ کشیده و بلنده داره و دندان های بسیار ریز و تیز و محکمی را هم دارند خب تمساها در داخل آب شناگران ماهری هستند در زمانی که در داخل آب قرار میگیره همه اجزای بدن اونها بجز بینی و چشمشان بیرون از آب این دو تا بیرون از آب و مابقی همه در مابین آب قرار داره اینا با شش تنفس میکنه. سطح بدن اینها فلس های سخت و محکمی به شکل خار داره که شما اینا را در شکل های زیادی از تمساها و در ویدیوها میبینید چیز جالبی که در رابطه با تمساها ها وجود داره ای هست که این تمساها ها در فیلم هم شاید دیده باشید همیشه هم دهان اینا بازن ای به خاطر ای هست که اگر تمساهی دهانش بسته شوه دیگه براحتی دهان خود باز کردن نمیتونند. یعنی قدرت عظیمی در دندانها و دهان اینها وجود داره زمانی که ای تمساه را در باغ وحش ها انتقال میخوان بدن از یک جا به جای دیگر باید حتما در لابلای دندانهای اونها یک چیزهایی را قرار بدن چیزهای پلاستیکی و سخت و محکمی را قرار بدن که این دندانهای اینا بر روی همدیگه قرار نگیره خب اینا شکارچیان ماهری هم هستن اینا میتونه دلفین ها را شکار کنه اینا میتونه موجودات عظیم پستانداران هم حتی شکار کنه و اونها را به عنوان ماده غذایی خودشان ببلعه به خاطر دندان های تیزی هم که داره اونها را پاره کنه اونها را بجوه و تکه تکه کنه و مورد استفاده خودشان قرار بدن خب تمساها یا همون کرکودیل ها را شما اگر علاقه داشتید میتونین خودتان کتاب بخوانید یا در گوگل سرچ کنید و چیزهای جالب و زیادی را از اینها یاد بگیرید تیمساها هم تخمگذار هستند خب شاگرده خوب انشالله که خسته نشدید چقدر در رابطه با سنگ پشت ها و یا لاگ پشت ها می دانید؟ آیا می دانیستید که لاکپشت ها یا سنگ پشت ها جز خزندگان هستند؟ بسیاری از مردم در ابتدا تصور ایره داشتند که سنگ پشت ها یا لاک پشت ها جز دو... زوحیاتین یا آنفیبیانس هستند اما نه اینها از نظر تقسیم بندی موجودات زنده جز گروپ خزندگان یا ریپتل ها قرار می گیرند لاک پشت ها اندازه های بسیار متفاوتی را دارند یعنی از کوچک بس... کوچیک گرفته تا خیلی کلان و بزرگشان عمر طولانی را هم لاک پشت ها دارند حتی ممکنه لاگ پشت ها بیشتر از 100 سال عمر بکنن حالا ما و شما با لاک پشت بیشتر آشنا میشید خب شاگردای خوب در تصویر سمت چپ شما یک نوع لاک پشت را میبینید سنگ پشت ها یا لاک پشت ها به خاطر از این نام به خود گرفتن که یک اسکلت بیرونی سخت و محکمی یک پوششه بیرونی و سخت و محکمی بر روی بدن اینا قرار داره که میتونه استخوانی باشه و میتونه قذروفی باشه خب در اندازه های مختلف و متفاوت و به اشکال و رنگ های متفاوتی دیده میشه لاک پشت، سر، دو دست و دو پا و دومش از داخل لاک بیرون هست و زمانی که احساس خطر کنه به داخل لاک خودش پناه میبره تا از دشمن فرار بکنه لاکپشت ها موجوداتی هستند که برای تخم گذاری به ساحل میان و در ساحل ها یک زمین یک جایی را میکنن و تخم خودشان به زیر خاک قرار میده و او را میپوشانه اما خودشان دیگه به روی تخمشان قرار نمیگیره مجددا به دریا و آبها بر میگرده. خب بیشتر در سواحل زندگی میکنه یعنی لاکپشت ها در قسمت های عمیق دیده نمیشه در سواحل دریاها و دریاچه ها دیده میشه این لاک پشت ها اگر این لاک یا این بخش پوششی بدن اونها از اونها جدا شوه خب آسیب پذیر هست و خیلی سریع ممکنه به وسیله موجودات گوشتخار دیگه به عنوان غذا یا تومه مصرف بشه و از بین بره لاک پشت ها همونطور که ما و شما با شنیدن نام اونها به نام یاد حرکت های آهسته میافتیم یعنی اینها حرکت آهسته دارن ولی شناگران ماهری هستند در عوض زمانی که در آب قرار میگیره بسیار سریع شنا میکنه و حرکت شنای اینها خیلی سریع هست خب با لاک پشت ها هم تا حدود آشنا شدیم انشالله اگر بیشتر از این دوست داشتید بدانید خود شما کتاب علمی را بخوانید. گروه دیگر از حیوانات خزنده یا ریپتیل ها به نام سوسمار ها هستند سوسمار ها یک شکلی داره که هم شباهت به مار داره و هم شباهت داره به سمندرها یا خزندگان این سوسمار ها دومی کشیده و بلند داره اما سرشون شباهت به همون سنگ پشت یا لاکپشت ها را دارن. علاوه بر دوم کشیده و بلند چهار عضو دیگه دو دست و دو پا هم داره اینا یک موجودات ازولاتی هست و گوشتی هم هست دوم اینا برخلاف دوم لاکپشت ها که کوتاه بود اینا دوم کشیده و بلند دارن خب ایسوس مارها از جانداران بسیار کوچکی می میکنه یعنی برعکس جسه اینا که حتی ممکنه اندازه اینا به سه متر هم برسه از انکبوت، از حشرات، از سوسک، از موجودات کوچک به عنوان غذا استفاده میکنه. زمانی هم که خود سوسمارها احساس خطر کنه و به وسیله یک موجود دیگه شکار شوه همین دوم خودم میتونه بکنه و از بدنش جدا بکنه. خب شاگردای خوب یادتان هست زمانی که ستاره دریایی را من برای شما درس میدادم گفتم ستاره دریایی هم یک بازوهایی داره که در مواقع خطر میتونه این بازوهای خودش از خودشان جدا بکنه یا اکتاپوس ها این سوسمارها هم همینطوره دومش هم میتونه از بدن جدا کنه برای اینکه او شکارچی یا او حیوانی که قصد آسیب زدن به سوسمارها را داره اونا را حواسشان پرت کنه یعنی اونها را درگیر بکنه و خودش از او قسمت فرار بکنه خب باز هم اگر دوست داشتید سوسمارها را بیشتر بشناسید انشالله خودتان برید و در کتاب های علمی مطالعه بکنید فراموش نکنید که این سوسمارها سمی نیستند تا زمان سالهای زیادی را بیولوژی دانا این تصور را داشتن که اینا موجودات سمی هستند و این ترکیب سمی حتی مشابه سیانور در دا داخل دو مینا قرار داره اما امروزه ثابت شده که اینا سمی نیستن و جدا کردن دو ها برای اینه که سبکتر شود راحت تر بتانه از شر دشمن خودشان فرار کنه. خب شاگرد خوب آخرین گروپ از خزندگانی را که امروز ما و شما میخواییم بشناسیم و یاد بگیریم. بسیار معروف هسته همه شما میدانید و شاید هم زیاد دیده باشید. مارها هست. مارها در اندازه های متفاوتی هست. از کوچک گرفته تا مارهایی که چندین متر میرسه خب چیزی که در رابطه با مارها که در گروپ خزندگان قرار میگیره و برای ما و شما هست تشخیص مارهای سمی و غیر سمی هست که این مارها یک تفاوت ها و یک ویژگی های را داره که برای شما توضیح میدیم خب مارهای سمی و مارهای غیر سمی یک شکل از مار غیر سمی و یک شکل از مار سمی را برای شما در یه قرار دادیم که شما ببینین و ویژگی های اینا را پیشا پیش حدس بزنید اول از همه به سر یا جسه یا فرم بدن اینها دقت کنیم میبینیم مارهای غیر سمی یک بدنی کرمانن داره یعنی چی؟ یعنی سر و دوم اینها حالت خود بدنشان داره اما مارهای سمی یک سر مسلسی شکل میبینیم این مهمترین ویژگی هست که ما و شما از دور میتونیم تشخیص بدیم که این مار خدای نخواست سمی هست یا نیست خب فرق دیگه ای که داره اینه که بدن مارهای غیر سمی همی فلس ها یا همی شکل ها یا همی پولک هایش از سر تا دومش به یک شکل هست اما در مارهای سمی قسمت های بدن ای پولک ها یا فلس های بزرگتر داره و به سر که میرسه اینا ریزتر و کوچکتر و خورتر میشه فرق دیگه در چشم این مارها هست مارهای غیر سمی چشم های گرد داره اما مارهای سمی چشمانی عمود داره که حالا این چشم مارهای سمی چون در تصویر واضح نیست من پای تخته برای شما تفاوت بین چشم های دوتا مارها را نشان میده مارهای سمی یک چشمان عمودی داره یعنی ما گاهی وقتا در شاگردان میگیم مانند یک مثبت عمودیه اما مارهای غیر سمی چشمانی گرد داره این تفاوت دیگه بین مارها غیر از مار که در چشم سر و فلس یا پولک های بدن اینها با یکدیگر متفاوت است در دندان ها هم با هم فرق دارن. مار های غیر سمی همه دندان ها به یک اندازه هست اما مار های سمی یک دندان های نیش داره یعنی زمانی که یک جایی را یا یک قسمتی از بدن مارای سمی نیش بزنه جای دو تا نیشش از بالا و پایین بسیار واضح و مشخصه که به داخل اون نسج بدن فرو رفتگی ایجاد میکنه این هم یک راه دیگری از تشخیص مارهای سمی بسیاری از مارهای غیر سمی نیش ندارند یعنی اونها یک زبان کشیده و بلند حالت نیش ندارند میگیم بسیار این شامل حال همه نمیشه اما مارهای سمی همه ایشان دارای نیش هستند که این نیش های اینها به یک قدرت زهری وصل هست که اینها این ای قدرت زهری سخت و محکم زهر به داخل اون بدن تومه انتقال میده و او رو از بین میبره مارهای غیر سمی زبان بلند و کشیده نداره ولی مارهای سمی زبان کشیده و بلندی را داره خب شاگردای خوب این چیزایی بود که در رابطه با مارها ما و شما باید بدانیم خب شاگردای خوب رسیدیم به پایان درس امروز انشالله که خزندگان خوب شناخته باشید یاد گرفته باشید و اونها گروپ بشناسید و یک جرقه ای در ذهن شما به وجود آمده باشه که انشالله برید کتاب مطالعه بکنید و یا در گوگل سرچ کنید و این موجودات با ویژگی‌های های شکفتنگیز بیشتر اونا آشنا شوید همه شما عزیزان تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و مهربان میسپارم خدایا رو نگهدار شما